در اعتراض به عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان افغان در مجلس مرتجعین افغانستان، به دعوت انجمن زنان افغان در هانوفر و پشتیبانی کانون پشتیبانی و دفاع از مبارزات مردم ایران هانوفر، اکسیونی در مرکز شهر هانوفر سازمان داده شد. این اکسیون همزمان شد با اکسیون چپهای ترکیه در پشتیبانی از خیزش مردمی در میدان تقسیم استانبول. شرکت کنندگان در اکسیون نخست در پایان اکسیون به آنان پیام همبستگی دادند و به این اکسیون پیوستند و مورد استقبال دوستان ترک قرار گرفتند. به فرازهایی از اکسیون در اعتراض به عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان افغانی توجه کنید. 20 Formen von Gewalt gegen Frauen unter Strafe. Am Samstag hat das afghanische Parlament das Gesetz zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen debattiert. Ja, Chadar mara penhan nadarat. Namai ro mara uryan nadarat. Chu khurshidam zapasht parda tabam. Tiyahi ha namigardat niqabam. Namidarat mara dar parda penhan. اگر عابد نباشد سست ایمان تو که شهر طریقت ها بیایی و موی من چرا ره گم نمایی نخواهم ناسه وارونه کارم که پای ضعف تو من سر گذارم که انصاف در این حکمت ببینم تو نه از تو من دوزخ نشینم بجای روی من ای مصلحت ساز بروی ضعف نفست چادر انداز با تقدیم احترام دوستان گرامی، هموطنان عزیز، ایرانیای عزیز، دوستداران حقوق بشر که واقعا شما به عمل ثابت میکنین که دوستدار حقوق زن و حقوق بشر است. شفیقه حسان، رئیسی انجمن زنان افغان در شهر هانوفر و عضو بخش شورای مهاجرین در هالمان بخش البته زنها را هجرای وظیفه می کنم. خشونت علیه زنان ستم کشیده افغان را متوقف کنیم. اعلامیه شورای مهاجران افغان در آلمان و انجمن زنان افغان در هانوفر و مناسبت مخالفت و دشمنی مجلس نمایندگان در برابر قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان. طوری که آگاهی دارین اخیراً عده‌ای از مردسالاران، زن ستیزان و ضد حقوق زن در جلسه عمومی مجلس نمایندگان افغانستان با طرح قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان به مخالفت برخواسته و از تصویب عمومی مجلس نمایندگان با طرح قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان مخالف برخواسته و از تصویب زیر نام مخالفت این قانون با احکام شریعت اسلام جلوگیری کردند. این در حال است که خشونت علیه زنان در افغانستان روز تا روز به اوج رسیده، نه تنها روزانه عده‌ای از زنان هموطنان ما در نتیجه فاجعه‌ترین انواع خشونت ها جنایتکارانه به قتل میرسند و عاملان آن ابدا مورد بازپرس قرار نمیگیرند. قانون قرار نگرفته و نمیگیرد، بلکه خشونت های وحشیانه و جنایتکارانه خانوادگی، لعت و کوب، شکنجه، گوش بینی بریدن، آتش زدن، ازدواج های اجباری، تجاوزات جنسی، خرید و فروش و تعویض زنان و دختران به حیوانات مثال های زنده این پدیده شوم است که هر لحظه در هر گوشه و کنار کشور زنان هموطن ما با هم دست و پنجه می زنند.
از جانب دیگه قانون منع خشونت علیه زنان مصوب مجمع عمومی ملل متحد جزء از اعلامیه جهانی حقوق بشر است و دولت افغانستان از جمله کشورهایی است که به طور مشروط خود و مکلف به رعایت این تعهد بین المللی در افغانستان می دانند. با آن هم مجلس نمایندگان افغانستان بارد این قانون زیر نام شریعت عملا دشمنی خود را علیه زنان و حقوق قبول شده می دانند. با آن هم مجلس نمایندگان افغانستان این موضوع را رد می کنند که این موضوع می تواند دامنه خشونت علیه زنان در کشور را افزایش دهد و دستتیزان تشنه بخون مردسالاران و جنایتکاران انسانکش ها در انواع خشونت ها علیه زنان بازگردند. شورای انجمن زنان افغان در شهر هانوور و شورای مهاجرین افغان در آلمان ضمن ابراز نفرین و انزجار عمیق خیش را به رژیم حاکم وکلای متجع و متعصب مذهبی مجلس نمایندگان افغانستان با همچه برخوردهای زن ستیزانه و مرسالانانه و انواع وحشیگری و ظلم و ستم را بر زنان ستم دیده و بی‌دفاع کشور ما روا می‌دارند. معتقد است که خشونت علیه زنان در افغانستان از عوارض عقب ماندگی و استبداد فرنگی چندین هزار ساله تاریخ ماست و ریشه در فقر، بی‌سوادی و مشکلات روانی ناشی از جنگ و محرومیت‌های اجتماعی و غیره دارد و مستلزم یک مقابله جدی و مگانی است که بتواند ریشه خشونت های اجتماعی و غیره را مستلزم یک مقابله جدی و مگانی برا بیندازید. دوستان، استبدادهای فرنگی چندین هزار ساله تاریخ و یک مقابله جدی به وظیفه هر یک ما شما است که در این رابطه تپ تلاش به خرج بدیم. بنابراین ما از جامعه جهانی و خصوص سازمانها، اعضای مدافعین حقوق زنان و هم انسان‌هایی که خود را در برابر تبعیض و نابرابری و خشونت تعریف می‌کنند می‌طلبیم تا فریاد زنان بی‌دفاع کشور ما را به گوش جانیان برساند. تشکر. زلمه رزمی، رئیس شورای مهاجرین، و شفیق حسان، رئیس انجمن زنان افغان. تشکر است. اعلام همبستگی با زنان افغان. به گزارش بی بی سی، مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه عمومی روز سه‌شنبه 18 ماه مه موفق نشد طرح قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند. بنگاه سخن پراکنی بی بی سی تصریح می کند که علت عدم تصویب این طرح بروز اختلاف نظر میان نمایندگان درباره جزئیات آن بوده است. شماری از نمایندگان محافظه‌کار مجلس این قانون را مخالف احکام شریعت اسلام دانسته و تصویب آن جلوگیری کردند. به گزارش دویچه وله، فعالان حقوق زن و نمایندگان نهادهای مدنی در اعتراض به تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان در کابل دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان خواستار عدالت و پایان خشونت علیه زنان شدند. تظاهر کنندگان همچنین شعارهای عدالت حق ماست، زنان نباید قربانی شوند، خشونت بس است و زنان را نکشین سر می دادند. قانون منع خشونت قرار است پس از تعدیل در ماده‌های مورد اختلاف بار دیگر به رأی‌گیری گذاشته شود. فعالان حقوق زن نگرانند که مبادا این قانون پس از تعدیل نتواند به خشونت‌های روزافزون در افغانستان پایان دهد. بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال 1391 حدود 3000 مورد خشونت علیه زنان رسما از سوی این نهاد ثبت شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که میزان خشونت علیه زنان در سال 1391 نسبت به سال 1390 در حدود 28% افزایش یافته است. در همین حال نهاد اجتماعی جوانان همفکر افغانستان با راهپیمایی در مقابل شورای ملی خشونت علیه زنان را محکوم کرد.
کانون دفاع و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران هانوفر بر این باور است که دموکراسی و عدالت بدون به رسمیت شناختن برابر حقوقی آحاد جامعه صرف نظر از جنسیت، قومیت، رنگ پوست، مدعای پوچ، واهی و خالی از حقیقت است. جامعه افغانستان و ایران گرچه روندهای متفاوتی را دنبال می کنند، اما در زمینه‌های مختلف از دردهای مشترکی رنج می‌برند که یکی از آنها عدم پذیرش حقوق برابر برای زنان از سوی حکومت‌های این دو کشور است. زنان افغان علاوه بر قوانین ضد بشری که ناشی از اراده دولت مردان مرتجع و زن ستیز است، در عرصه‌های اجتماعی هم به علت تبلیغات مسموم مرتجعین در تمامی زمینه‌ها از حقوق خود محرومند. ما زنان افغان و ایران و همه مدافعین حقوق بشر در سراسر عالم را به مبارزه همه جانبه فرا می‌خوانیم تا با اعتراضات سازمان یافته و مدنی حکومت‌های مرتجع و کانون‌های ضد بشری را که با نگاه درون دینی و افکار ارتجایی اسلامی نقش مکمل حکومت‌ها در جلوگیری از گسترش مطالبان زنان را ایفا می‌کنند وادار نمایند تا حقوق زنان را در همه عرصه‌ها بپذیرند و راه را برای تصویب قوانینی به نفع زنان نبندند و مشکل ایجاد نکنند. گرچه عامل محوری موفقیت زنان اتحاد و همبستگی خود آنان است، ولی ما قویاً از حقوق همه زنان در همه جای جهان به ویژه در کشورهای افغانستان و ایران دفاع کرده و همبستگی خود را با آنان اعلام می‌داریم. پیروزی مبارزات زنان برای رفع تبعیض یعنی توافق خرد بر جهل و نجابت بشریت از تارهای عنکبوتی خرافه و خرافه پزرستی. زنده باد همبستگی زنان و پیروز باد مبارزات آنان علیه قوانین نابرابر و زن ستیز. کانون دفاع و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران هانوفر. مسافرم چه کنم نیست منزلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران. او یا قربا متن قطعنامه توسط کاملا جان فیضیار خدمت شما قرائت میشه و تحت چهار ماده است که ما بعداً قطعنامه را به مرجع مربوطه و شرکت شما ارسال کنیم. سلام دوستان نهایت گرامی. امروز ما در یک مظاهره پرشکوه دور هم جمع گرده ایم که هدف آن بیبود شرایط زندگی زن، یعنی بیبود جامعه افغانستان می باشد. سرنوشت زن با سرنوشت جامعه چنان گره خورده است که پیروزی و یا ذلت یک جامعه مربوط و منوط به وضعیت زنان می باشد. زنان افغانستان در طول بیشتر از 3 دهه با انواع مشکلات مواجه بودند. آنچه مشخصه بارز رویدادهای تاریخی اخیر در کشور می باشد، سرنوشت زنان افغان همواره محدود مورد معاملات سیاسی رژیم های داخلی و نیروهای خارجی قرار گرفته است. زنان افغانستان در جامعه جنگ زده افغانستان تحت مظالم غیر قابل تصور قرار دارند. خودسوزی ها و خودکشی های زنان گواه آن است که زنان دیگر تحمل این همه استبداد اجتماعی و فامیلی را ندارند و می خواهند در شرایط انسانی تر امرار حیات نمایند. دوستان نهایت گرامی، به تاریخ 1388 تر قانون منع خشونت علیه زنان توسط رئیس دولت افغانستان جناب محترم عامد کرزی به امضا رسید و توسط فرمان تقنینی نافذ گردید. این قانون به پارلمان در این اواخر پیشکش جهت تصویب پیشکش گردید که متاسفانه توسط یک از
اشخاصی که در پارلمان هستن نارد این قانون رد کردیده. ما افغان ها دور از وطن با علاقمندی که به سرنوشت به کشور و سرنوشت زنان میهن داریم نمیتوانیم در مقابل این موضوع بی تفاوت باشیم. ما اشتراک کنندگان در مظاهره مورخ 8 یونی 2013 در شهر هانوور کشور آلمان خطنامه زیر را به تصویب می رسانیم. کپی این خطنامه به نمایندگی رسمی افغانستان، دولت افغانستان در برلین، رسانه های اطلاعات جمعی و سایر مراجع زیر ربط ملی و بین المللی سپرده می شود. یک، ما می خواهیم تا قانون منع خشونت بر علیه زنان به زودی و بدون تعدیل از طرف پارلمان افغانستان تصویب گردد و از صورت تطبیق درست آن نظارت نیز صورت گیرد. دوم، ما می خواهیم که بعد از این ایجگاه با سرنوشت زن افغان تجارت سیاسی صورت نگیرد و مقام بلند زن افغان با تغییرات سیاسی دستخوشت قهقرا و ذلت نگردد. سیام، ما می خواهیم قانون اساسی کشور و دولت افغانستان به این ارگان های حمایتگر افراد جامعه زنان را به شکل بهتر از امروز تحت حمایه خیش قرار داده و شرایط بهتر زندگی را برایشان فراهم سازد. چهارم، ما می خواهیم در شرایطی که زنان افغانستان در اثر تازیانه های متعدد تاریخ در سرتاسر دنیا فراگرده شده اند روز 8 جون به حیث روز بین المللی پیشنهاد پشتیبانی از حقوق زنان افغان نامگذاری گردد تا افغانستان دیگر از خاطرات تا زنان افغانستان دیگر از خاطرات فراموش نگردد و در بدست آوردن حقوق حقیقیشان بیشتر از پیش جدوجهد نماید. تشکر از توجه. دوستان عزیز، ما همینجور که متوجه شدین این دوستان ترکمون اون بغل هم اکسیون دارن و ما برای پشتیبانی از اکسیون اینها بعد از تمام شدن اکسیون خودمون به اصطلاح به عنوان اعلام همبستگی میریم پیش دوستان عزیزمون. Liebe Freunde, wie ihr alle bemerkt habt, unsere türkischen Freunde haben auch dann jetzt Aktion und wir werden nach unserer Aktion so solidarisch auch dann rüber zu denen gehen. Vielen Dank. صدای ملت هر دم شهید و آوارا رباب کهنه زخم و تحملم یارا تحملم یارا ازی آوارا ازی سرگردان ازی تنهایی و ازی زندان بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام افغانستان سلام بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام افغانستان سلام افغانستان سلام افغانستان مرحبا Şunlar da bilgilerim ya.